بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد و علیه آله طیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین خداوند بزرگ رو شک گذارم که امروز در محضر و خدمت دانشجویان بسیار عزیز هستیم دانشجویانی که به غیر از بار علم و تحقیق و پژوهش بار تربیت جامعه آینده و نسل جوان ما رو هم بر عهده داره خب ماه آذر برای ما ماه پر افتخاری هست هم ماه دانشوست هم ماه وحدت حوزه و دانشگاه هم ماه مجلس و هم ماه قانون اساسی است و هم ماه حقوق شهروندی است اما در میان همه این روزها روز دانشجو و ایامی که تعلق داره به بیان جایگاه دانشجو و دانشگاه و همچنین بیان اظهار نظری که معمولا حالا من در این هفت سال موفق بودم هر سالی در یک دانشگاهی بیان دانشجویان رو بشنوم خوشحال میشم از یک بیان بسیار روشن شفاف منتقدانه نسبت به دولت و این جزو افتخارات انقلاب اسلامی است یعنی در دوران قبل از انقلاب ما دانشجویان شجاعی داشتیم دانشجویان غیوری داشتیم ولی اینکه یک دانشجو بلند شه روبروی حتی رئیس اون دانشکده حالا دانشگاه رو من نمیگم وزیرم نمیگم مقامات بالاترم نمیگم بتونه با یک بیان آزاد نظرات خودش رو بیان کنه اصلا وجود نداشت دانشگاه در زمان رژیم گذشته این چنین بود خب این مال آثار انقلاب اسلامی و از افتخارات آزادی بیانی است که انقلاب به ما دادیم انقلابی که دانشگاه ها نقش بسیار ارزشمندی در کنار حوزه ها در کنار همه اقشار مردم داشتند و انقلاب رو به پیروزی رسوندند خب توقع از دانشگاه در مرحله اول دانشوری است دانشجوی است دانشپژوهی است یعنی بدون دانش پژوه بودن نام دانشجو در جایگاه خودش قرار نمیگیره اما اینکه ما بگیم دانشگاه و دانشجو فقط باید درس بخونه و فقط راجب علم و راجب های علمی فناوری در این زمینه راه رو بپیمایه اما در مسائل سیاسی در مسائل اجتماعی نظری نداشته باشه سخنی نداشته باشه حتما به حق نیست دانشجو باید نقد کنه دانشجویی حزب نیست حزب یک تشکلی است ممکنه شما برید عضو اون تشکل بشید ده سال بیست سال سی سال عضو اون حزب باشید دانشجو دورانش سیاله حالا چهار سال شما هستید در کنار هم یا شش سال هستید یا هشت سال هستید حالا اکثر ده سال هستید بیشتر نیست یک دوران هست در این ای هم که دانشجویان در کنار هم هستند طبقه خاصی در جمع دانشجویان نیست که بگیم پولدار فقیر روستایی شهری از این قوم از اون قوم همه با هم هستند تو دانشگاه اتفاقا یکی از خیرات دانشگاه هم اینه که در کنار هم اقوام متفاوت دختران ما پسران ما میتونن با هم گفتگو کنن حرف بزنند، اظهار نظر بکنند زبانهای گوناگون گویشهای گوناگون تهرانی در کردستان درس میخونه کرد در آذربایجان درس میخونه آذری زبان در شیراز درس میکنه این یکی از نعمت هایی است که ما تو دانشگاه داریم و باید قدردانی کنیم دانشگاه و دانشجو حتما باید اظهار نظر بکنه و حتما باید نظام به دانشگاه اعتماد کنه و به دانشگاه احترام کنه هر دوی اینها هم باید به دانشجو احترام کرد هم باید به دانشجو اعتماد کرد نسل جوان پرشور ما هست با احساسات پاک در دورانی که میتونه بهترین فعالیت رو داشته باشه قدرت فکریش قدرت بدنیش نشاطش خب آدم سن و سال که میره بالا اینا هم گاهی کاهش پیدا میکنه نشاط آدم قدرت جسمی آدم این دوران بهترین دوران این سن 18 سال تا 22 سال 23 سال یکی از بهترین دوران هست برای خود من هم وقتی فکر می کنم دوران دانشجویی خودم هنوز هم برام اون دوران و خاطره ها برای ما لذت بخش هست دانشجو باید از قدرت نقد بکنه چون خودش در داخل قدرت نیست ممکنه بعدها بیاد داخل قدرت ولی در دوران دانشجویی دانشجو در داخل قدرت نیست دنبال علم دنبال حقیقت دنبال عدالت دنبال واقعیت و قلبش برای کشورش برای انقلابش برای مردمش میتپه درستم هست همه شما که آمدید اینجا صحبت کردید و بیاناتی داشتید با یک بیان بسیار سریع، خوب روشن شجاعانه و ما همینه همین میخوایم همین دانشجوی رو میخوایم همین دانشجویی که با سراحت بیاد در برابر اونهایی که امروز مسئولیتی رو به عهده دارند حالا مسئولیت این مسئولینم مثل دوران دانشجویی شما محدوده حالا یا چهار ساله یا هشت ساله هرچه هست دوران محدودیه. ولی حتما شما باید بیایید گفتگو کنید، حرف بزنید، نقد کنید، انتقاد کنید. اصلا قدرت رو باید نقد کرد. اگر قدرت نقد نشه، احتمال انحراف در قدرت وجود داره. حالا این قدرت هر که میخواد باشه. دستگاه اجراییه، دستگاه قضاییه، هرچه. نهادهای مختلف حتی احزاب حتی گروه ها اونام باید نقد بشن حتی جامعه بزرگ جامعه مردم هم قابل نقده. میشه حرف زد میشه اظهار نظر کرد در نقادی من هم معتقدم دانشجو باید بی محابا نقد کنه و حرف بزنه من قبول دارم اما حتما هم باید با محتوا باشه بی محابا با محتوا نه بی محتوا کاملا باید دقت کنه بر چسب بر کسی یا دولتی یا جمعی یا حزبی وارد نکنیم واقعیت ها رو بگیم هر چه هست واقعیت ها رو بیان کنیم این که بگیم مثلا فلانکس کس گفته مخالفین من بیشناسنامه هستند خب این حرف نادرسته دقیق نیست برای اینکه شما دانشجو هستید و بدونید من در یک سخنرانی یک کسی قبل از من صحبت کرد گفت ملت این چنین میگوید مردم اون چنان میگویند گفتم از مردم صحبت نکنید نگید مردم حالا شما حزبید گروهید با شناسنامه حرف بزنید بگید حزب من نظرش اینه اون شناسنامه ای که من گفتم بگید دانشگاه ما نظرش اینه بگید حزب ما نظرش اینه بگید جمع ما نظرش اینه نه به عنوان کل ملت ایران ما که نماینده کل ملت ایران نیستیم حالا اگر هم کسی نماینده کل ملت ایران باشه رئیس جمهوره به هر حال کسی که منتخب ملت ایرانه این که من گفتم این بود همونی که من گفتم این تحریفش نکنیم جور این به نفع ما نیست این فایده نداره من کلام شما رو بیام تحریف بکنم و بعد بگم خب شما جواب بده شما به یا حرف من که این نبود این متن من این بود کلام من این بود بنابراین ما دقت کنیم واقعیت ها رو درک کنیم همه زوایا رو و برای منفعت کشورمون، ملتمون و خودمون نقد کنیم، حتما هم نقد کنیم. دولت حتما اشکال داره، این جای تردید نیست. حتما ایراد داره دولت. دولت بی ایراد نیست. کی هست در این جامعه که ما بگیم هیچ ایرادی نداره، ما همه انسانیم، ما هم ایراد داریم، مشکل داریم، بنده هم به عنوان رئیس جمهور اگر تصمیم میگیرم یا با دولت هم مشورت میکنم تو دولت رای گیری میکنم یا تو شورای اقتصادم من رای گیری میکنم یا در شوراهای عالی که قانون مقرر کرده درش بحث میکنم و رای میگیرم یا اگر جایی قانون خوب به صورت لایحه میدم به مجلس مجلس باید نظر بده ببینید برای ما خیلی مهمه تو این شرایطی که در کشور هستیم ذهن ما این باشه همه همدیگر رو یاری کنیم ضمن اینکه نقد بکنیم ضمن اینکه اشکال رو بیان بکنیم ضمن اینکه اگر راه حل بهتر داریم حتما اون راه حل بهتر رو بگیم بگیم راه حل ما بهتر اینه اشکال نداره اون راه حل باید مورد استفاده همه مسئولین قرار بگیره این وظیفه ما هست خب ما کی گفتیم صد روزه همه مشکلات حل میکنیم من تو انتخابات گفتم دو تا برنامه من دارم انتخابات 92 تو 96 هم گفتم گفتم من دو تا برنامه دارم یه برنامه صد روزه که تو صد روز من کارایی که میکنم آخر صد روز میام به مردم میگم میگم تو صد روز این پشتو کاره کار کردم یه برنامه چهار ساله هم دارم پایان چهار سال میام میگم نگاه کنید به نطخ من به صحبت های من به نوشته من نه این اختراع مام نیست اکتشاف مام نیست در بسیاری از دولت های دنیا یه برنامه صد روزه دارن یه برنامه چهار ساله دارن من یه برنامه صد روزه در 92 داشتم آخر صد روزم آمدم به مردم گزارش دادم گفتم صد روز از دوره من گذشت من این کارا را کردم توضیح دادم تو همون صد روزم بود که اولین توافق با پنج به اضافه یک با شش کشور قدرتمند به صورت موقت توافق موقت انجام شد و تصویب شد و اعلام شد و در اون توافق حق غنی مهمترین چیز ما این بود حق غنیسازی ایران به رسمیت شناخته شد این مهمترین دستاورد ما بود یعنی تا اون روز میگفتن گفتن غنی سازی حق ایران نیست به دلیل قطنامه هایی که در شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرده بودن حالا ما هم البته به اون قطنامه ها اعتناعی نداریم ولی حالا از در مقررات قانونی میگفتن اینا شما حق ندارید آمدند و اعلام کردن ایران حق غنیسازی داره این بزرگترین دستاورد صد روز اول بود گشایشی هم درست شد از پولای ما که قفل شده بود اینکه کلید میگید چجوری میچرخه <applause> این پولای ما توی گاف صندوق بود این کلیده چرخید و ماهی 700 میلیون دلار این پول از همون توافق جنب ماهانه آزاد می شد تا به توافق ما برسیم خب حالا ما هر ده ماه هفت میلیارد دلار از پول ما که قفل شده بود آزاد شد آمد و همون هم باعث شد که شرایط مردم امید مردم شما سال 92 رو ببینید 93 رو ببینید اینکه یک دولتی قادر باشه تورم رو اعلام من در صد روز در مصاحبه صد روزه اعلام کردم گفتم من تا پایان این دولت تورم رو تکرقمی خواهم کرد تمام دوستان اقتصادی ما بعد به من ایراد گرفتم گفتن چرا این قول شما به مردم دادید شاید نشه گفتم حالا ما گفتیم برنامه ما اینه نشد به مردم بازخواهی میکنیم میگه ما تلاش کردیم نشد و الحمدلله یک سال قبل از پایان دولت یعنی تو عواست 94 ما تورم تکرقمی کردیم بعد از 26 سال برای اولین بار تورم تکرغمی شد و برای اولین بار در سال 95 رشد اقتصادی ما دوازده و درصد شد که در سال 95 ما در دنیا در رشد اقتصادی اول بودیم هیچ کشوری دوازدهانیم رشد نداشته در سال 95 حالا آخر 2016 تو 2017 البته این آمار اعلام شد خب پس بنابراین ما کی این کار کرد؟ همه با هم همه در کنار هم بودیم همه تلاش کردیم تا ما به سمر برسانیم تا به نتیجه برسیم تمام طرحهایی که من تو این چند ماه اخیر افتتاح کردم حالا قبلش تو سالهای قبلم این چنین بوده تو همین سفری که به تبریز داشتم به استانهای دیگر غربی داشتم هر طرحی من افتتاح کردم اونجا مسئول تر اعلام شد که این تر به دلیل برجام داره افتتاح میشه یعنی یا توربینش یا کمپرسورش یا قطعش همه خریده شده بود تو گمرکات همه قفل بود ریخته بود نمیدادن به ما به خاطر تحریم بعد از برجام اینا آزاد شد آمد اینا بسته شد همه رو افتاد الان تو ستاره خلیج فارس که ما امروز 36 میلیون لیتر در روز البته الان بیشتر از 36 میلیونه سفاز ما 36 میلیون لیتر بنزین به ما میده چطور شد راه افتاد برای اینکه همه قطعات و همه توربینایی که تو گمرکات اروپا گیر بود همه اینا بعد برجام آزاد شد آمد اینا رو افتاد فاز اول فاز دوم سه بار من رفتم بندر عباس و سه فاز رو افتتاح کردم البته یه طرح اضافه ما الان داریم اجرا میکنیم مجموعا الان ستاره خلیج فارس حدود 45 میلیون لیتر در روز به ما بنزین میده که یه مقدار افزایش هم پیدا خواهد کرد تا آخر 98 خب این که ما تونستیم در یک قراردادی که اینم مسبب دولت نبود مجلس هم تصویب کرد شورای عالی امنیت ملی هم تصویب کرد دیگر مسبب کل نظام بود ما تصویب کردیم ضرر کردیم شش تا قطنامه شورای امنیت کنار رفت ما زرر کردیم هنوزم کنار اون ها تا امروز ما ضرر کردیم پی ام دی که یک اتهام بزرگ بر ما بود که میگفتند ایران مخفیانه سلاح هسته درست کرده و پی ام دی رو اینا میخواستن سالها ادامه بدن در دوران برجام حل شد و آژانس آمد اعلام کرد که فعالیت ایران سلحامیز بوده یه دستاورد حقوقی بسیار بزرگیه ما که نباید یک کار خوب رو منکر بشیم ممکنه شما بگید آقای اشکال هم داشته اب نداره در یه توافق ممکنه شما بیاید اشکال کنید بگید آقا این جمله اشکال داره این اگه اینجوری میشد بهتر میشد بله اشکال نداره اما یک توافقی که به نفع ما بوده ما نفتی که عرضه نفت ما یک میلیون بشکه بود قبل از برجام بعد از برجام شد دو میلیون و هشتصد هزار بشکه و این بود تا این تحریم اخیر که از سال 97 در واقع آغاز شد خب حالا در اون دو سال و خورده ای که ما نفت فروختیم و پولش آمد و پول شد نیازمندی هایی که ما داشتیم برای اینکه شما مطلع باشید تو همین سه چهار ماه اخیر شیشونی میلیارد دلار قطعات مورد نیاز پالایشگاه ها به ویژه مال پارس جنوبی وارد بندرگاه های ما شده من همین چند روز پیش آمار ورودی بندر رو میخوندم شیشونی میلیارد قطعات خب اینا پول میخواد ورود این قطعات ما مواد اولیه پول میخواییم چون بعضی ها میگن آب خب دلار نباشه ارز خارجی نباشه ما کالای اساسی ما متاسفانه کالایی که نیازمندی های روزمره مردم هست نیازمند به وارداتیم حالا شما ممکنه بگید خودمون خودکفا کنیم بله کاملا درست همه دانشگاه همه مردم باید تلاش بکنیم خودمون خودکفا کنیم من آمار خوزستانی که پریروز وزیر کشاورزی سرپرست وزارت کشاورزی برام من فرستاده بود دیدم تقریبا محصولات خوزستان امسال نسبت به پارسال حدودا دو برابر شده در اکثر امور دو برابر پارسال بوده کلزاش دو برابر بوده ذرتش دو برابر بوده وضع شکر هم حالا هنوز خود سرپرست وزارت جهاد میگفت که وضع ما از پارسال خیلی بهتره خب حالا این به این معناست که ما باید بریم به سمت خودکفایی اما یه چیزایی نداریم ما به شما چند میلیون تن در سال باید ذرت وارد کنید چند میلیون تن باید دانه روغنی وارد کنید باید کنجاله سویا وارد کنید باید سم وارد کنید باید بخشی از کود وارد کنید باید بخشی از آلات وارد کنید شما ما میخوایم تو این کشاورزی بریم به سمت خود اتکایی و خودکفایی پیشرفت بسیار خوبی هم ما داشتیم در زمینه کشاورزی خب ما نیاز داریم به معامله معاذریم بتونیم شما میگید آ ما میخوایم چیکار کنیم اینا رو خب میریم میخریم میاریم من الان خدمت شما میگم تحریم همین تحریم اخیری که حالا تحریم سازمان ملل هم نیست تحریم آمریکا هست شما بدونید یه جنسی که ما میخریم 15 تا 20 درصد برای ما گرونتر در میاد و اگر این تحریم نباشه 20 درصد ارزونتر در میاد خب چرا؟ برای اینکه سیستم بانکی ما مستقیم نمیتونه کار کنه این میده به اون اون میده به اون اون صراف میده به اون و همه از اونها این دو درصد و اون سه درصد برمیداره تمام تلاش ها برای اینه که زندگی مردم بهتر بشه مردم در راحتی بیشتری باشن ما الان چرا کلاه اساسی رو با با عرض 4200 تومان داریم وارد میکنیم بارها ما نشستیم بحث کردیم که این عرض 4200 ورداریم آزادش بکنیم بعضی از وزرا ما هم یه همچون اعتقادی داشتن گفتیم آمار به ارقام بیارید که اگر اینا رو ما آزاد کنیم زندگی مردم چی میشه مواد غذایی روزمره چقدر میشه محاسبه کردن دیدیم حداقل دو برابر میشه قیمت در بازار دو برابر میشه اونا میگفتن این چاره دوره دویست مثلا بکنیم ده تومان تومن به, به سال بعد ما به تفاوت بدیم به مردم مثل حالا هم بنزین که الان اشاره خواهم کرد ولی خب ما دیدیم اون مقداری که ما میدیم با اون تفاوت قیمتی که حاصل میشه خیلی فاصله داره کار سختی است برا ما شما بدونید بنزین دونرخی بسیار سخته و فساد آوره دلار چند نرخی سخته و فساد آوره اینا هر چه دونرخی چند نرخی گاهی استرار چاره نداریم ولی در دوران سختی ما باید قبول کنیم در نهایت باید بره کنار تمام یارانه هایی که الان رو اجناس داره پرداخت میشه اینا یه روزی باید بره کنار منتها در نحوه اجراش چگونه باید اجرا بشه مهمه دانشگاه باید وارد این عمل بشه یعنی در دانشگاه ها اساتید دانشجویان نخبگان حالا در هر دوره در دوره تکمیلی در هر بخشی بیان اظهار نظر کنن نظر بدن بگن آه این تری شما ریختید این تری اشکال رو داره ببینید ما در زمینه بنزین محاسبه کردیم اولا قانون ما رو موظف میکنه که قیمت سوخت رو ببریم بالا این قانون مجلس ما رو موظف میکنه منطقه ما هر سال یه مقداری ما ببریم بالا این قیمت سو. همیشه هم این بحث وجود داره که یه دفعه ما ببریم بالا یا سال به سال ببریم بالا همیشه این دعواست تو کارشناسا یکی میگه آقا مثلا سالی 20 درصد ببریم بالا این بهتره راست میگن یک فوایدی داره یه دی میگن نه هر سالی که شما میبرید بالا مردم به جای 20 درصد قیمت بنزین 20 درصد که اما او اون قیمت که اثرش در اون کالا ممکنه یک درصد باشه یا دو درصد باشه او میگه آقا 20 درصد بنزین گرون شده پس منم 20 درصد اضافه میکنم میگن آثار تورمی داره این کار این حالا محل بحثه من کاری به این بحث ندارم یه دی این ور طرف دارن یه دو اون ور طرف دارن در این حال ما برای چی میخوایم چیکار کنیم که بنزین میگیم گرون بشه یا گرون نشه اساس اینه که ما نیازمند واردات بنزین نباشیم همین قبل از این دولت این دولتی که شما بهش انتقاد میکنید و برخی از انتقادات شما به حقه قبل از این دولت شما میدونید ما بنزین وارد میکردیم گازوئیل هم وارد میکردیم گاز هم وارد میکردیم زمستون ما گاز رو وارد میکردیم گاز ما کافی نبود برای مصرف مردم و در یک سالی این همسایه شمالی ما که به ما گاز میداد دید ما نیازمندیم در یک سال قیمت گاز رو نه برابر کرد و دولت قبلی ناچار شد دید داره تو زمستون سرما مردم گرفتارن ناچار شد پرداخت کنه امروز ما نیازمند به واردات گاز نیستیم ما تو زمستونم داریم گاز صادر میکنیم هم به عراق صادر میکنیم هم به ترکیه صادر میکنیم هم, هم میتونیم حتی به شرق صادر بکنیم یعنی این توان رو ما داریم خب خودکفا شدیم تو گازوئیل ما وارد کننده بودیم ما گازوئیل وارد میکردیم تقریبا تو سالهای اولیه دولتی یازدهم تا سال سوم ما, ما گازوئیل وارد میکردیم الان گازوئیل داریم میفروشیم صادر میکنیم ما بنزین وارد می کردیم بنزین داخلی ما مجبور شده بودیم از پتروشیمی استفاده بکنیم که اونا از زیست زیستمویتی مشکل داشت امروز بنزین به اندازه کافی داریم صادر هم میتونیم یه مقداری بکنیم خب حالا اگه بنزین همجوری راها کنیم بگیم آه بنزین ما گفتیم بنزین سهمیه‌ای باشه یعنی مردم در حد نیاز مصرف ضروریشون بیان بنزین بگیرن با کارت حالا 1500 تومان مثلا پول بدن این بنزین رو بگیرن بعد از چهار سالی که ما قیمت بنزین دست نزدیم اگر هم یه کسی بیشتر میخواد مصرف بکنه بیاد یه قیمتی برداره که مانع بشه مانع مصرف زیاد بشه این مصرف بالا به ضرر محیط زیست ما هست و به اضافه اینکه با این روند ما در سال گذشته ده و نیم درصد نزدیک یازده درصد ما مصرف ما رفت بالا یعنی در سال 97 در سال 98 هم تقریبا همین آمار حدود ده درصد میره بالا با همین روند تو 99 اول 1400 ما باید دیگه بنزین وارد میکردیم خب نماید این کار بکنیم تو این شرایط تحریم تو این شرایط تو این مشکلاتی که ما داریم پس اساس تصمیم گیری بر این مبنا بوده بعدم اگر درآمد اینجا داره 1500 تومانش 3000 تومانش ما گفتیم این درآمد حتی با اینکه دولت نیاز داره برگردونیم به مردم اینم ما نمیتونستیم این کارو بکنیم یعنی دولت حق نداشت کل پول برگردونه طبق قانون این با مجوز رهبری این کاری کردیم یعنی ما بحث کردیم در سران سقوه به این نتیجه رسیدیم نامه نوشتیم به رهبری رهبری اجازه داده به ما بله ما نمیتونستیم صد درصد برگردانیم طبق قانون خب پس ما پول رو برگردانیم به اقشاری که یه مقدار در یک فشار معیشتی هستن اینکه پولش حالا هرچه درآمدش هرچه هست برمیگرده به مردم با اون 18 میلیون خانوار و 60 میلیون جمعیت از این ورم ما برای خودکفایی آمدیم خودمون رو حالا یه وقتی شما میگید آقا دولت چرا در این چند سال تولید بنزین نبرد بالا تولید بنزین هم که شما میدونید ما بالاترین تولید رو در این دولت انجام دادیم یعنی از 5 و دو میلیون لیت بنزین در روز امروز رسیدیم به صد میلیون لیت در روز تا آخر سال هم طبق اعلام وزارت نفت میرسیم به صد میلیون لیت در روز پس ما تولید بنزین دو برابر کردیم اینکه دولتی چقدر به مردم خدمت کرده یا به وعدههاش چه مقدار عمل کرده و کجا به وعده عمل نکرده اتفاقا در محیط های دانشگاهی حالا چه جلسه ای که گاهی با دانشجویان داریم تو دفتر خودمون اونا رو دعوت میکنیم از همه احزاب و گروه ها چه حالا ما خدمت دانشجو میرسیم فرق نمیکنه من خواهش میکنم مورد روشن بفرمایید بگید آقا دولت در این مورد خاص مثلا دولت گفت من نسبت به حقوق معلمین تلاش میکنم نکرد قشنگ مورد رو بگید چون ما معتقدیم آمار و ارقامم اینه میگه ببینید حقوق معلم اول دولت ما به طور متوسط یعنی حقوق متوسط حقوق متوسط یک میلیون و سیصد هزار تومان بود. این حقوق متوسط معلمین بود امروز حقوق معلمین حال غیر سال آینده خورده بیشتر میشه امروز حقوق معلمین چهار میلیون متوسط چهار میلیون و صد هزار تومانه یعنی چیزی نزدیک چهار برابر سه و نیم برابر بیشتر حقوق ما حالا همین همین 6 سالی که ما اینقدر بردیم بالا شما برید 6 سال قبل مقایسه کنید بگید چقدر رفته بالا 6 سال قبل قبل مقایسه کنید کاری نداره شما دانشجویید برای شما آسون تحقیق کنید بررسی کنید اگر این دولت کارش نسبت به معلمین کمتر بوده نسبت به دولت های قبل خب حق با شماست بگید آقا شما درآمد که داشتید تلاش نکردید اراده کافی نداشتید تصمیم نگرفتید اشکال نداره نقد کنید بفرمایید ما در خدمت شما است. اما اگر دیدید ما نسبت به همه دولت های گذشته نسبت به معلمین خدمات بیشتری کردیم این معناش این نیست که همه نیازها رو برآورده کردیم طرح رتبه بندی یک بار سنگینی بر دوش ما بود داریم اجرا میکنیم تو سال آینده ما برای همین تر دو هزار میلیارد تومان تو این شرایط سخت اقتصادی اختصاص دادیم تو همین سال با این سختی که داشتیم برای معلولین هزار و تقریبا صد و خورده نزدیک هزار و دویست میلیارد تومان برای معلولین علاوه بر آنچه که سالهای پیش میدادیم اختصاص دادیم بنابراین یکی از اهداف ما این بوده که کمک کنیم به مردم به محیط زیست کمک کنیم به مردم کمک کنیم به روستایی کمک کنیم فکر نمی کنم حالا شما این آمار در اختیار شماست بررسی کنید ببینید هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم و دوازدهم به روستایی خدمت کرده یا نه این آسونه کاری نداره چارده هزار روستا برق داشته قبل از این دولت چارده هزار روستا هم دو مرتبه تو این دولت اضافه شده یعنی به اندازه کل که از رژیم گذشته و نمیدونم تمام چل سال به روستاها داده شده تو این شش سال معادل اون یه خورده بیشتر خب پس ما با آمار و ارقام و دقایق بیایم صحبت کنیم ببینیم که دولت چه کار کرده حتی نسبت به آزادی دانشجویان نسبت به فعال بودن همین 16 آذری که شما میگید 16 آذر تو این دولت بیشتر اوج گرفت و پررنگ شد شما 16 آذر قبل از این دولت هم ببینید یعنی بود به این جرمی بود به این شور و شعف بود تو اکثر دانشگاه ها دانشجوها جمع میشن صحبت میکنن حرف میزنن بحث میکنن بیان میکنن مسائلشون رو خب این ارزشمنده دانشجوی ستاره دار که یکی از موزلات ما بود اول که ما شروع کرده بودیم دولت رو همه به ما اعتراض میکردن میگفتن این مسئله چرا حل نمیشه الان آقای دکتر غلامی همین دیروز در دولت ازش سوال کردیم گفت ما دانشجو ستاره دار دیگه نداریم خب این یک قدم بزرگه ممکن شما بگید این قدم کمه اشکال نداره ما این قدم رو برداشتیم و حالا من میخوام در چند دقیقه اهمیت این دانشگاه رو بهش اشاره بکنم شما میفرمایید که خب خوب آمدی دیر آمدی خب هر درست درسته دیر آمدی ما ولی خب ما همیشه صورت جلسات هیئت امنا میاد پیش من محمه مصوبات میبینم میدونی صورت جلسات امنا رو من امضا میکنم مصوب میکنم ابلاغ میکنم اینجوری نیست که بی خبر باشیم ولی بله حضور ما در دانشگاه ها در حد توان ما در حد فرصت ما هست گاهی تهران گاهی شهرستان ها خدمت دانشجو می رسیم البته هر ما خدمت دانشجو بیشتر برسیم و از اونا کمک بگیریم به نفع ماست و من اخیرا در چند گزارش ملی مهم امر رو به دانشگاه واگذار کردم که این سابقه نداشت یعنی ما در یک امر بسیار مهم ملی گفتیم دانشگاه بیاد و اعلام نظر بکنه دانشگاه بیاد بررسی بکنه و اعلام نظر بکنه و این در دو گزارش ملی این اتفاق افتاده و بعد هم انشاءالله اگر زنده موندیم در این دو سال باز هم اتفاق خواهد افتاد پس ما اعتماد داریم به دانشگاه اعتماد داریم به دانشجو اعتماد داریم جلساتی که ما با اساتید حالا اساتید علوم اجتماعی سیاسی اقتصادی همین در سال گذشته امسال گذاشتیم ما رمزون ها معمولا در افتار جلساتی میذاریم با اساتید و با دانشجوها اینا همه بر این معناست که حضور در کنار دانشجویان بیان نظر اونها نقد اونها و انتقاد اونها برای ما بسیار مؤثر هست و نسبت به این دانشگاه فرهنگیان که دانشگاه بسیار مهمی است که شما آماده میشید برای اینکه هزاران ده ها هزار میلیون ها دانش آموز رو در طول مدت خدمتی خودتون و همکارانتون اونها رو تربیت کنید و آماده بکنید مهمترین مسئله اینه که ما جوون نوجوان امروز باید تربیت کنیم برای سی سال بعد برای 20 سال بعد مشکلی اگر ما داریم در دانشگاه ها یا در دانشگاه فرهنگیان که این من مفصل با وزرای آموزش و پرورش وزرای قبلی هم مفصل نشستم صحبت کردم با معاونین این وزارت خونه نشستم صحبت کردم دانشگاه ها در سراسر کشور و همچنین دبیرستان ها و آموزش و پرورش باید نسل جوان ما را برای دیروز تربیت نکنه اگه بنا شد ما یک کتابی درس بدیم به این دانش آموز یا به این دانشجو که این کتاب که مثلا مال قرن قبله مال هزار و نمیدونم نخصد و چنده مال شست سال پیشه هفتاد سال پیشه پنجاه سال پیشه بعدم تازه ترجمه شده ترجمه ناقص خب تازه اگر کتاب امروز باشه و کتاب امروز ترجمه بشه و ما در اختیار دانشجو بگذاریم باز هم امروز رو علم امروز رو میتونیم تحویل دانشجو بدیم در حالی که علم با سرعت زیاد در حال تحوله و ما باید دانش آموز رو برای آینده تربیت بکنیم دانشجو رو برای آینده تربیت بکنیم و این مهارت آموزی از اولویت های بسیار مهم دانشگاه ها و دبیرستان هاست کاری بکنیم که دانش آموز ما مهارت پیدا بکنه اگر ما تونستیم دانش آموزمون دانشجومون رو بهش مهارت یاد بدیم مخصوصا در دنیای امروز و شرکت های دانش بنیان من خواهش میکنم از دانشگاه فرهنگیان از وزیر آموزش پرورش از وزیر آموزش عالی از آقای دکتر ستاری تمام جوانهای امروز ما در این سمتی که شما هستید که فردا میخواید معلم بشید برای نسل جوان عزیز ما باید کاملا به تحولات علمی آیتی امروز و هایتک دنیای امروز کامل باید مطلع بشید یعنی باید بدونید بل اجمال چه خبره و حتما باید دانش آموز برای شرکت های دانش بنیان خودش رو آماده بکنه من اونقدر خوشحال شدم این کارخونه نوآوری آزادی که رفتیم افتتاح کردیم امسال و بعد رفتیم در یک استان دیگر دیدم الحمدلله اون استانم آماده شده که گفتن حالا تا پایان امسال اونها هم در یزد گفتن ما هم این کارخونه نوآوری رو و من به همه استاندارها تاکید کردم و فردا هم که باز من جلسه دارم با همه استاندارهای سراسر کشور دو مرتبه تاکید خواهم کرد تو هر استانی ما باید یک کارخونه نوآوری داشته باشیم نسل امروز ما این همه دانشجویی که امروز حتی سالهای آخر دانشگاه است حتی تو دوران کارشناسی داره درس میخونه سال دومه سال سومه آمده داره کار میکنه تلاش میکنه هم برای ما مهمه ببینید ما آینده کشور ما در سایه سرمایه علم و دانش فناوری مهارت نشاط امید و وحدت میتونیم اداره کنیم نه اداره نمیشه الان ما میخوایم یک سرمایه گذاری بکنیم یک شهرک صنعتی درست کنیم اول پول میخواد شما هم به دولت میگید آبا بیا انجام بده خیلی خوب منابع ما محدوده برای اینکه از این منابع محدود عبور کنیم باید جذب سرمایه بکنیم نیروی کار با مهارت ما بسیار مهمه که چه کار بکنه فناوری دنیای امروز هم بسیار مهمه حالا ما همین بیفتیم تو همین اتومبیلی که مال مثلا 100 سال پیشه همینا رو یاد بگیریم درست کنیم خود کفا بشیم خب ده سال دیگه اصلا یه اتومبیل میره کنار یه چیز دیگه میاد یه دنیای دیگری است ما باید خودمون برای اون روز هم آماده بکنیم این تحولات علمی فنناوری هایی که در دنیای امروز ما شاهد اون هستیم باید خودمون برای فردا آماده بکنیم و این کار در دانشگاه فرهنگیان بسیار مهمه من خواهش میکنم دوره های خاص برای عزیزان گذاشته بشه اینا برن از کارخونه نوآوری بازدید بکنن از شرکت های دانش بازدید کنن از پردیس ها بازدید بکنن ببینن واقعا چه مهارت هایی رو ما باید یاد بدیم به دانش آموزان ما در آینده و چگونه اینها در مسیر پیشرفت قرار بگیرن من کلمه آخرم عزیزان من دانشجویان فرهیخته ما در یک شرایط آسونی امروز نیستیم شرایط ما شرایط سختی است این شرایط سخت ما مقصر اون نبودیم هیچ کس نمیتونه به ما بگه آه شما چرا این توافق رو به هم زدیم ما توافق رو به هم نزدیم همه کشورها هم تقریبا به جز چار تا کشور همه هم در این کار آمریکا رو مقصر می دونن. یک اجماع بین المللی امروز وجود داره که یک توافقی که مورد نظر حتی سازمان ملل و شورای امنیت بوده این توافق رو آمریکا ازش خارج شده شما ممکنه بگید آقا به آمریکا چرا اعتماد کردیم ما با آمریکا اعتماد نکردیم به همین دلیلم هم گفتیم این توافق وقتی رفت تو شورای امنیت تصویب شد ما میپذیریم و این توافق رفت در شورای امنیت دیگه اعتماد اگه ما بخوایم بکنیم یا شورای امنیت یا امضای سران دنیاست دنیای امروز اینه دیگه بر مبنای اخلاق که حالا دنیای امروز وجود نداره بگیم آقا طرف صداقت داره راست میگه درست میگه اشکال نداره پس اونا مقصر این امر هستن ما تلاشمون انجام دادیم ما کارمون انجام دادیم امروز هم شما ببینید آمریکا چقدر عصبانیه چقدر از برجام عصبانی همین نطخ اخیر معاون وزیر خارجه آمریکا مال چند روزی پیش بخونید میگه ما برجام رو باید از بین ببریم میگه بقیه کشورها بیان از برجام خارج شن برای اینکه میگه چند ماه بعد با این برجام تسلیحات آزاد میشه یعنی تمام قطنامه های تحریمی سازمان ملل راجع به خرید تسلیحات و فروش تسلیحات همش برطرف میشه تمام میشه در سال 2020 میگه یه کاری بکنیم برجام نمونه اگر برجام بمونه سال دیگر خرید تسلیحات آزاد میشه حالا تعبیر او ایران به راحتی میتونه از روسیه چین اروپا سلاح بخره و میتونه به همه دنیا سلاح بفروشه این حالا یکی از اون آثار برجام هست او عصبانی و ناراحت از این کار و میگه چرا کشورهای اروپایی در برابر ایران قدمی بر دارن ایرانی که همه یالا به تعبیر و همه تعهدات برجامی خودش زیر پا گذاشته بنابراین نه برجام یک آین مقدس یک قرارداد مقدس نه یک قرارداد لعنتی هیچ کدام اینا نیست یک قرارداده همه قراردادها باید تلاش بشه ازش استفاده بکنیم یه جایی هم طرف مقابل پیغمبر اسلام با یهود بنی قریزه قرارداد بست پیمان بست خب از قرارداد خارج شدن خارج شدن آمدن خیانت کردن پیغمبرم رو به روشون ایستاد پیغمبر با کفار مکه پیمان بست اونا بعد از دو سال آمدن پیمان رو شکستن بله خب ممکنه طرف بیاد پیمان رو هم بشکنه ما باید در هر شرایطی منافع خودمون رو کشور خودمون رو آینده خودمون رو شما بدونید ما در بودجه سال آینده هیچ کجاش متکی به مذاکره نیست این بودجه که اگر مذاکره کردیم چه می شود این درآمد حاصل می شود اصلا مبنای ما بر مبنای نیست که تحریم به طور کامل ادامه پیدا میکنه ولی در این حال مسیری هم باشه برای اینکه ما حل بکنیم این وظیفه قانونی ماست وظیفه انقلابی ما هست اگر راهی داره از اون راه بریم چون این تحریم دشمن میخواد بر علیه مردم ما استفاده کنه فشار بیاره به مردم ما البته مردم ما مقاومت کردن ایستادگی کردن تا امروز هم پیروز بودن بازم مقاومت میکنن ولی معناش این نیست که ما اگر راهی داریم برای اینکه نقشه دشمن رو بشکنیم ببینید اگر مذاکره برای این باشه که توطعه دشمن شکسته بشه اون مذاکره واجب لازم کار انقلابی است خب در حد توان خودمون باید این کار رو انجام بدیم این راه رو انجام بدیم همه باید با هم باشیم من خواهش میکنم انتخابات پیش روی ما هست فضا را فضای آرام قرار بدیم همه ما در این انتخابات فعال بشیم شما دانشجویان عزیز وظیفه بسیار مهم دارید این حرف رو نشنوید و اونهایی که این حرف میزنن دلسوز ما نیستن که آقا انتخابات خاصیت نداره انتخابات فایده نداره این بیاد یا اون بیاد یکسانه این جناح بیاد یا اون جناح بیاد یکسانه نه حالا من کاری به جناه و اون جناه ندارم همه تلاش کنیم افرادی رو که میشناسیم لایقتر هستن بهترند برای مجلس شورای اسلامی یازدهم همه پای صندوق آرا بریم و آرایمون رو به صندوق بریزیم و انشاءالله بهترین رو برگزینیم و آینده بهتری رو برای ملت عزیزمون رقم بزنیم انشاءالله و سلام علیکم و رحمت الله و برکت